ارتش آماده و منتظر نبرده، با ماشین‌های سنگین ایستاده که دشمن با دوچرخه وارد میدان جنگ میشه. در حالی که ارتش‌های قدرتمند برای هر چیزی آماده‌ان تا باهاش بجنگن، اما آیا یک ارتش برای جنگ با گربه‌ها هم آماده است؟ چطور سربازای انگلیسی با چکش به جنگ با زیردریایی‌ها رفتن؟ یا چطور شترها در مقابل فیل‌ها به پیروزی رسیدن؟ بله، اینها برخی از ترفندهای عجیب و دیوانوار تاریخی در تاکتیکای نظامی هن که واقعا هم مؤثر واقع شدن و ما هم تو این ویدیو از پاراگراف بهش میپردازیم. نبرد آرسوف در جنگ صلیبی سوم بود و نیروهای مسیحی شاه ریچارد با ارتش مسلمان صلاح الدین که سه برابر اونها نیرو داشتن روبرو شدن. شاه ریچارد که میدونست بازنده این نبرده، تصمیم گرفت منتظر بمونه. او با تشکیل یک محیط دفاعی کنار رودخونه به ارتش صلاح الدین اجازه داد تا از دور با تیرکمون به سمت شلیک کنه، تا اینکه صلاح الدین تصور کرد نیروهای شاه ریچارد قرار نیست حرکت کنند. پس به افرادش دستور داد تا برای جایگیری توی موقعیت بهتر حرکت کنند. اما به محض اینکه حرکت کردن، شاه ریچارد به افرادش دستور داد وارد عمل بشن و نیروهای صلاح الدین رو غافلگیر کردن و در جنگ به پیروزی رسیدن. در طول جنگ جهانی دوم، مزارع اروپا پر از مینای انفجاری بود. یک قدم اشتباه میتونست یک سرباز رو بکشه و اطرافیاش رو زخمی کنه. اما سربازا یک راه منحصر به فرد برای زنده موندن پیدا کردن. اونا به جای راه رفتن روی زمین، سینه خیز و چهار دست و پا میخزیدن و با ابزاری مثل دستبیل با زاویه 30 درجه زمین رو میکندن. از اونجایی که بخش انفجاری مین‌های زمینی بالای سطح قرار دارن، حفر مین‌ها از کنار باعث می‌شد که سربازا بتونن بدون مشکل مین‌ها رو از کار بندازن و بدون انفجار از جنگ فرار کنن. ولی گاهی اوقات خود طبیعته که توی جنگ به افراد کمک می‌کنه. پس یادتون باشه، هیچ وقت در زمستان به روسیه حمله نکنین. شوالیه های تتونیک که یک دسته نظامی قدرتمند آلمانی بودن و نیروهای کاتولیک جنگ های صلیبی رو نمایندگی می کردن، با نیروهای ارتدوکس روسی در حال جنگ بودن. تتونیک ها زره های مدرن و اسب های جنگی با خودشون آوردن، اما وقتی به دریاچه پایپوس رسیدن، طبیعت علیهشون غلبه کرد. در حالی که روس‌ها بر فراز دریاچه عقب نشینی کردند، شوالیه‌های تتونیک در سطح یخی دریاچه گیر کردند و یخ هم توانایی حمل وزن نیروهای زرهی رو نداشت. اون وقت یخ‌ها که در حال شکستن بودند و تتونیک‌ها گرفتار نجات، ارتش روس با کمانداراش به نیروی آلمان‌ها حمله کرد و در نبرد پیروز شد. سال 1914 بود. آلمان قدرتمند، چهره جنگ هم برای همیشه تغییر داده بود. زیردریایی های آنترسیبوت آلمان که به نام یوبوت شناخته می شدن، آبها رو به یک میدان کشتار تبدیل کرده بودند. شناسایی این زیردریایی های پیشرفته غیر ممکن بود و یک یوبوت هم به راحتی بیش از 10 کشتی بریتانیایی و رزمناوهای بزرگ رو می تونست غرق کنه. با بدتر شدن اوضاع، انگلیسی ها برای از پا در آوردن زیردریایی ها دنبال راه حل می گشتن. اما این زیردریایی های آلمانی به سختی شکست می خوردن و غرق می شدن. افسر ارشد عملیات بریتانیایی‌ها متوجه شد که این کشتی‌های آلمانی یه نقطه ضعف دارن. اونا به پریسکوپشون نیاز داشتن تا قبل از شلیک هدف رو دقیقاً شناسایی کنن. پس اگر میتونستن پریسکوپ‌ها رو از بین ببرن، اون زیردریایی بزرگ عملاً کاری نمیتونست بکنه. پیشنهادهای مختلفی ارائه شد. مثلا اینکه شیشه بیرونی پریسکوپ رو رنگ کنن یا پرندگان و موجودات دریایی رو آموزش بدن تا به پریسکوپ‌ها حمله کنن. اما در نهایت یه راه حل ساده بر این شد تا سربازای انگلیسی روی قایق سوار شن و دنبال پریسکوپ‌های بیرون زده از دریا بگردن. بعد از پیدا کردنشون هم یه کیسه روی پریسکوپ بکشن و با چکش ضربه بزنن. اگر این کار درست انجام می‌شد، عملیات یوبوت‌ها عملاً خونسا می‌شد. این عملیات پیش از ابداع موشک‌های عمقی بود که بتونن یوبوت‌ها رو از بین ببرن. وقتی به وسایل نقلیه وحشتناک زمان جنگ فکر کنین، احتمالاً دوچرخه آخرین چیزیه که به ذهنتون میرسه. اما در سال 1942 انگلیسی‌ها درس سختی آموختن. سنگاپور که مستعمره بریتانیا بود، یکی از باارزش‌ترین بنادر آسیا تو اون زمان به شمار می‌رفت و حالا مورد حمله ژاپنی‌ها قرار گرفته بود. اون زمان که جنگ در اروپا هم شدت گرفته بود، سبب شد بریتانیا نیروهاشو از سنگاپور به خونه بفرسته و سربازای خیلی کمی تو آسیا موندن.
همون زمان اصلا فکر نمی‌کردن که نیروی زمینی ژاپن قادر به حمله از طریق زمین ناهموار سنگاپور باشه، اما ژاپنی‌ها زرنگ‌تر از این حرفا بودن. سربازای ژاپنی با دوچرخه به سنگاپور حمله کردند. حمله با دوچرخه این امکان رو به سربازا میداد که در مسیرهای ناهموار حرکت کنن و توی شیب‌ها نیروی کمتری مصرف بشه. تازه هم سر و صدا نداشت و هم وسایلشون رو پشت دوچرخه می‌بستن و دسترسی سریع‌تری هم بهشون داشتن. دوچرخه به قدری زیرکانه تو نبرد بهشون کمک کرد که انگلیسی‌ها اصلا انتظارشو نداشتن، چون تو سنگاپور بخشای زیادی از مناطق جنگی اصلا مسیر ماشین رو نداشت تا انگلیس خودش بتونه با ماشین به نبرد بیاد، ولی ژاپنی‌ها با دوچرخه از تمام مسیرها حمله کردن و تونستن سنگاپور رو بگیرن. سال 623 میلادی چین که بین پادشاهی‌های متخاصم تقسیم شده بود با پادشاهی تویوهان با یک گردان عظیم از کماندارا به قلمروی سلسله تانگ حمله کرد. وقتی تویوهان در حال برتری بود، جنرال چای شاو از تانگ متوجه شد که ارتشش در حال از بین رفتنه، پس عقب نشینی کرد. اما جنرال هم اینو خوب میدونست که اگه میخواد شکست نخوره باید سوار نظامش رو تو موقعیت حمله قرار بده، پس به این فکر افتاد که حواس ارتش دشمن رو پرت کنه. اینجا بود که دوتا خانوم رو از اردوگاهش به همراه یک نوازنده به ملاقات با ارتش تویوهان فرستاد. این زنها به محض رسیدن به اونجا شروع کردن با موسیقی رقصیدن و یک نمایش جذاب به راه انداختن و باعث شدن که سربازا کارهایی که انجام میدادن رو ول کنن و اصلا یادشون بره که جنگی در کاره. وقتی هم که زنان در حال رقصیدن بودن و سربازا هم حواسشون نبود، ژنرال چای شاو با سربازاش به اردوگاه حمله کرد و اونا رو از بین برد. تو دوران جنگ‌های گالیک، جولیوس سزار به دنبال تحکیم امپراتوری خودش بود. شورش گالی‌ها در شهر آلسیا تو سال 52 پیش از میلاد باعث شد روم 60,000 لژیونرش رو به نبرد بفرسته. قبایل گالی در حال مبارزه با ارتش قدرتمند روم بودند که خبر به سزار رسید که نیروی امدادی بسیار بزرگی داره برای کمک به گال‌ها میاد. به نظر می‌رسید که سزار باید عقب نشینی کنه، اما نقشه دیگه‌ای کشید. و ارتش دستور داد دو تا دیوار بسازن، یکی اطراف گال‌ها تو آلسیا که نظر اونا فرار کنن و یکی هم اطراف خودشون که این نیروی کمکی به داخل نیاد. این محاصره دوگانه برای چند هفته ادامه داشت، اما سوار نظام رومی در نهایت هر دو نیروی دشمن رو دفع کرد و به شورش گال پایان داد. دنیس سفتون دلمر یک قهرمان جنگ شد، اما خودش خبر نداشت. او که یک روزنامه نگار یهودی اهل بریتانیا اما متولد برلین بود، از همون اول به تهدید نازیسم علاقه داشت. حتی یکی از معدود روزنامه نگاران بریتانیایی شد که با هیتلر مصاحبه کرد، اما وقتی جنگ شروع شد به سرعت طرف بریتانیا رو گرفت و یکی از سلاح‌های مخفی اونها شد. به بریتانیا کمک کرد تا برنامه‌های رادیویی جعلی بسازه که توش پر از دروغ پخش می‌شد تا بتونه سربازای آلمانی رو گیج کنه. اما یکی از بهترین ایده‌هاش ترفندی بود که میتونست به کاهش جمعیت ارتش آلمان کمک کنه. دلمر کاغذهایی رو مثل جزوه آماده کرد که حاوی دستورالعمل‌های دقیقی در مورد چگونگی جعل بیماری بود. اکثر کشورها در طول جنگ جهانی دوم سربازایی رو داشتن که ناامید بودن و دوست داشتن از میدان جنگ دوری کنن. این جزوه‌ها و دستورالعمل‌هایی که دلمر آماده کرده بود باعث می‌شد که سربازا یاد بگیرن چطور خودشونو به بیماری بزنن یا حتی داروهایی درست کنن که بیمار شن، ولی به صورت موقتی، طوری که چند روز بعد خوب شن. این داروها هم به شدت تو سراسر آلمان توزیع شد که باعث خشم نازی‌ها شد، چون خیلی از سربازا از این روش از جنگ دوری کردن. اینطوری دلمر و بریتانیا در امان موندن و ارتش آلمان هم روز به روز ضعیف‌تر شد. تیمور از نوادگان چنگیز خان به دنبال رویای پدرانش در مسیر فتح آسیا بود، اما بزرگترین چالشش تصرف دهلی بود، جایی که با یه سلطان قدرتمند با ارتشی شامل 120 فیل جنگی روبرو شد. این فیلای قدرتمند به راحتی میتونستن لشکر مهاجم تیمور رو زیر پا بذارن، ولی تیمور فقط یه لشکر با شتورای باربر داشت. نبرد شتور در مقابل فیل نتیجهش از قبل معلومه، اما تیمور نکته‌ای رو بلد بود، اینکه فیل‌ها میتونن به راحتی بترسن. پس با نزدیک شدن لشکر دشمن، تیمور به افرادش دستور داد که بار شتورها رو خالی کنن و فقط به اندازه مقدار کمی یونجه اونا رو بار کنن. بعد یونجه‌ها رو آتیش زد و شتورها هم وحشت زده و سوزان به سمت فیل‌ها حمله کردن.
این کار باعث شد فیل‌ها تعجب کنن و فرار کنن و با این کار به عقب برگشتن و حتی ارتش خودشون رو زیر پا له کردن. هرچند تیمور شتراشو قربانی کرد، اما فیل‌ها که آسیب ندیده بودن. پس تیمور و افرادش به سرعت فیل‌ها رو رام کردن و با اونها به قلمرو سلطان رفتن. اما شترهای شعله‌ور تنها جانورایی نبودن که جریان جنگو تغییر دادن. هارولد سوم پادشاه نروژ دوران بزرگسالیشو به عنوان یک مزدور ساده شروع کرد و تا جایی پیش رفت که به هارولد بیرحم معروف شد. در حالی که هارولد سوم برای امپراتوری بیزانس کار میکرد، برای کمک به محاصره طولانی یک شهرک سیسیلی فرستاده شد. هارولد که توسط دیوارهای غیرقابل نفوذ احاطه شده بود نمیتونه صبر کنه، چون میدونست ارتش قدرتمندی داره. پس هارولد به یک سلاح مخفی نیاز داشت و یکی از اون سلاح‌ها تو آسمون ظاهر شد. هارولد دید که پرندگان اغلب تو مزارع اونجا دنبال غذا می‌گردن، اما لونه‌هاشون توی شهره، اونم شهری که هارولد می‌خواست بهش حمله کنه. پس مزدورا رو فرستاد تا هر تعداد که میتونن از این پرندگان رو به دام بندازن و بعدم خرده چوبایی رو به پای پرنده‌ها می‌بست و قبل از اینکه رهاشون کنه اونا رو آتیش می‌زد. چوب‌ها و پرندگان هر دو با هم می‌سوختن و پرندگانی که داشتن به لونه‌هاشون برمیگشتن شهر رو به آتیش کشیدن. این کار باعث هرج و مرج شد و به نیروهای بیزانسی اجازه داد تا به شهر برن و پیروز برگردن. از همه جا گفتیم، یکی هم از امپراتوری پارسی و زیرکیشون در نبرد بگیم. نبرد پروزیوم در سال 525 قبل از میلاد بود و کمبوجیه دوم از ایران در برابر نیروهای مصر قرار گرفت. اما کمبوجیه یک سلاح مخفی داشت، گربه ها. گربه در دین مصر مورد احترام بود و فرعون ها اغلب به همراه با ارزشمندترین گربه هاشون دفن می شدن. پس وقتی ارتش یک کشور با احترام با گربه ها رفتار می کنه، یعنی همون چیزیه که کمبوجیه دوم هنگام حمله به مصر روش حساب باز کرده. مرحله اول این بود که نقاشی گربه رو روی سپر سربازاش نقاشی کرد، چون حتی از بین بردن تصویر یک گربه هم تو فرهنگ مصر تابو حساب می شد. مرحله دوم هم این بود که چند صد گربه رو توی خط اول نبرد قرار داد و به سمت مصر حمله کردن. اما مصری ها که نمی خواستن به گربه ها آسیب برسونن عقب نشینی کردن و ایرانی ها هم با موفقیت فرعون رو اسیر کردن. این بود از چند تاکتیک دیوانوار تاریخی که توی جنگ استفاده شد. اگر دوست داشتین لطفاً ویدیو رو لایک کنین و ما رو هم توی اینستاگرام دنبال کنین. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.